درود به شما رفقای ناب خودم در کانال ایران دیلی اوستا مینافن هستم و برگشتم با یک گزارش ویژه و جنجالی پس حتما تا آخر این ویدیو رو ببینید فهرس ساختمونای خطرناک تهران بالاخره یک سال بعد از فاجعه ریزش ساختمان متروپول آبادان و مقاومت مقامات حکومت برای امتناع از انتشار فهرست ساختمان‌های پرخطر تهران، دادستانی کل کشور فهرست 93 ساختمان ناایمن پایتخت را منتشر کرد و مدعی شد تعداد اونا کمتر شده. <applause> یا الله یا الله یا الله متروپول ریخ متروپول امیری ریخ اکس و فیلمشون رو گرفتن و رفتن میگیم برامون برامون خدا چهارتن نیرو بفرستید نیرو چی فرستادن؟ پلیس. ماشین زد شورش به ما زد ما شورشی مگه چرا کمک نمیکنن. کند ما باید برام خدا با فداستر همه تون هیچ کنم از این معمور معمور ها چه میدونم مسئولی نیستن فقط فیلم ها اکس گرفتن جلو دوربین هیچ کنم نیستش که به داد ما نرسید تو آبادان در فهرست اعلامی دادستانی اسامی تعداد زیادی از مشتمه های مسکونی مراکز خرید و ساختمون های مشهور به چشم میخوره از جمله بیمارستان های رسول اکرم، امام خمینی، لولاگر، ترفه، ابن سینا، بو علی، شهدای یافتاباد، فیازبخش و درمانگاه سلیم که همگی جز ساختمون های اعلام شدن این در حالیه که بنا به گزارش‌های مستند بیش از 80 درصد مراکز درمانی تهران فرسوده و ناایمنن حتی بعضی از مدیران شهری اعتراف کردند که تعداد ساختمان‌های پرخطر تهران بیش از 33 هزار مورده روی ساخت و های گسترده انجام شده در بسیاری از مناطق به ویژه 22 و 1 برج های چند طبقه و بسیاری از این برج ها فاقد پایان کار هستند ساختمان های زیادی در اطراف گسل هایی که امکان فعالیت دارند هم بنا شدند بر خلاف آینامه زلزله 2800 اینکه مالک یک نهاد دولتی است یا اینکه شهرداری خودش رأسا در اون پروژه شریک است که این باعث میشه روند نظارت و اجرا به درستی صورت نگیره و خب فاجعه مثل ساختمان متروپول اتفاق بیفته نگاه کنین کامل ریخ مغازه ها پایینش هم همه پر بود همه گیر کردن نامده بازارچه سنتی ستارخان، انبار نفت شهران، پاساژ میلاد قائم، مجتمع تجاری علایالدین، کارخانه ارج، باملند، پاساژ مهستان و مجتمع های ارم و بوستان هم جزء همین ساختمون های معرفی شدند. غلام عباس ترکی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان کل کشور از تشکیل پرونده قضایی برای ساختمان‌های ناایمن خبر داد و به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت که انتشار اسامی این ها به صورت شفاف و با ذکر موارد ناایمنی از نظر دادستانی منع قانونی نداره. همچنین مدعی شد که ساختمانهای نایمن از نظر نقص اطفای حریق و مسئولیت آتش نشانی از 129 فقره به 93 فقره کاهش پیدا کردند و رفع اشکال در اونا صورت گرفته. اما دادستانی در حالی فهرست ساختمون های رو منتشر کرد که سال گذشته بعد از فروریختن ساختمان متروپول آبادان محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور انتشار فهرست ساختمون های پرخطر و اقدامی نادرست توصیف کرد و گفت که در جامعه التهاب ایجاد میکنه. بله خب از نظر اینا بهتره اعلام نکنن تا صاحبین ساختمونا با رشوه از فهرست دادستانی در بیان بعد که ساختمون رو سر مردم آوار شد برای اونم رشوه میدن و مثل مقصرین فجایع پلاسکو و متروپول به لطف افر رهبری ول میچرخند به هر حال با فشار مردم و وکلای ویژه بالاخره دادستانی کل کشور با انتشار فهرستی مختصر از ساختمون های پرخطر قائله معرفی این ساختمون ها رو که به مطالبه عمومی تبدیل شده بود ختم کرد اما بررسی ها نشون میده که تعداد واقعی ساختمون های بیشتر از تعدادیه که دادستانی اعلام کرده نکته قابل توجه اینه که در فهرست اعلامی همونطور که معاون دادستان هم اشاره کرد فقط ساختمونایی ذکر شدن که گواهی آتش نشانی ندارن اما جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی به این موضوع اشاره کرده و گفته که شهرداری تعمدن با عنوان رقم 129 ساختمون نایمن از هانو به این تعداد محدود کرده در حالی که این ساختمون ها صرفا از نظر آتش نشانی بررسی شدند. در حالی که برای ایمنی باید قدمت و فرسودگی بنا موارد مهندسی و خیلی از معیارهای دیگه مد نظر قرار گرفته بشه بنابراین با در نظر گرفتن تمامی موارد ایمنی تعداد ساختمون های پرخطر تهران رقمی شکه کننده است به طوری که بعضی از کارشناسا اونو بیش از سی هزار مورد برآورد کردن نا گفته نمونه که تا امروز نهادهای امنیتی مانع انتشار فهرست واقعی ساختمانهای خطر را که تهران شدند. این در حالیه که زاکانی شهردار بی سواد و تندروی پای تخت تعداد ساختمانهای ناایمن تهران و سه هزار پلاک عنوان کرده. یعنی ده برابر کمتر از رقم واقعی. از طرفی کامران عبدولی معاون سازمان آتشنشانی تهران از وجود 33 هزار ساختمون نایمن نا خبر داده و گفته که این ساختمون ها های ایمنی رو دریافت کردن همینطور تأکید کرده که تعداد ساختمان بحرانی شهر بیش از 11 هزار مورده قبلا علی نصیری رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران گفته بود که 16 هزار ساختمان ناایمن در پایتخت وجود داره که بعضی از اونا مثل متروپول آبادان هر لحظه ممکنه ریزش کنن لازمه بدونین که تعداد ساختمانهای های و خطرناک در سراسر ایران بیش از 10 میلیون پلاک برآورد شده اما ممانعت مقامات حکومتی از انتشار اسامی ساختمون های پرخطر در حالیه که شرایط این ها برای مردم خطر جانی حتمی در پی داره. <applause> مثل آتیش سوزی ساختمان پلاسکو، کلینیک سینا اتهر و ریزش متروپول که باعث وقوع فجایع انسانی و مرگ تعدادی از شهروندا و نیروهای امداد شدند. مسئله نگران کننده اینه که این ساختمون های نایمن محل تردد، سکونت و اشتغال تعداد زیادی از مردم هن. بنابراین احتمال تکرار فجایعی مشابه در اونا خیلی بالاست. این نگرانی در مورد بیمارستان های تهران هم وجود داره چون تعداد بالایی از مراکز درمانی شهر فرسوده شدن یا ساخت و ساز غیر استاندارد دارن. در همین زمینه حسین قناعتی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران گفته بود که تعداد بیمارستان و مراکز درمانی پایتخت که اختار آتش نشانی دارن اونقدر زیاده که اگه تعطیل بشن ارائه خدمات درمانی در شهر مختل میشه حتی در صورت بروز حادثه‌ای مثل زلزله بیمارستان های فرسوده و قدیمی تهران نه تنها قادر نیستند به شهروندا خدماتی ارائه بدن بلکه خودشون به کانون بحران تبدیل میشن Tchau. Wow. در سال 1399 بعد از آتش سوزی کلینیک سینا ات هر در خیابون شریعتی تهران کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر در گزارشی اعلام کرد که در بسیاری از مراکز درمانی و بیمارستانهای پایتخت نه تنها تجهیزات لازم ایمنی از نظر اعلام و اطفای حریق و راه های استراری با کارکرد مناسب وجود نداره بلکه با توجه به ماهیت کارشون در اونا کپسولای اکسیژن تجهیزات الکترونیکی و پزشکی با دمای اشتعال و ذوب پایین الکل و مواد قابل اشتعال دیگه مثل هلیوم هم وجود داره موادی که در صورت بروز حادثه‌ای مثل انفجار کلینیک سینا اتر میتونن فاجعه بزرگتری رو به بار بیارن <applause> این در حالیه که بنا به گفته امیر ساکی مدیر کل منابع فیزیکی وزارت بهداشت 90 درصد بیمارستانها در تهران و 70 درصد بیمارستانها در کل کشور کاملا فرسودن و امکان مقاوم سازیشون هم وجود نداره بنابراین باید تخریب و از نو ساخته بشن اما میدونین مهمترین نکته انتشار این گزارش چیه؟ اول اینکه و 44 سال رانت و دزدی در دستگاه های حکومتی باعث ساخت و ساز غیر اصولی میلیونها ساختمون و آپارتمان غیر ایمن در شهرهای سراسر کشور شده. به عنوان مثال ساخت و سازهای غیر استاندارد مسکن مهر. دومین نکته مهم اینه که تجربه نشون داده حکومت به هیچ عنوان جان مردم براش مهم نیست. بنابراین تا زمانی که این مسئولین و مقامات جمهوری اسلامی در رأس کار هستند باید در انتظار وقوع حوادث تلخ مشابه آتش سوزی پلاسکو و فرو ریختن متروپول باشیم پس واقعا هشتگ نه به جمهوری اسلامی در آخر جهت اطلاعتون فهرست های ناایمن تهران که دادستانی کل منتشر کرده رو در اختیارتون قرار میدیم خب رفقای با مرام کانال ایران دیلی این گزارش ویژه هم تموم شد حتما نظرتون رو در کامنت ها برامون بنویسین ما رو به دیگران معرفی کنین تا بیشتر و بهتر براتون فعالیت کنیم ما خیلی زود برمیگردیم پس فعلا بدرود